سلام دوستان، اینجا پلاتو و ما با خبر بستری شدن سعید محمدی برای کرونا و بیماری قلبی امیر جعفری و صبحونه لاکچری اون با شما هستیم. اما قبل از اینکه بریم و ادامه ویدیو رو با هم ببینیم، حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنین تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید. نظرتون رو هم حتما برامون کامنت کنین تا با هم در ارتباط باشیم. لایک رو هم فراموش نکنین. اول میریم سراغ امیر جعفری و ماجرای سکته قلبیش و صبحانه سمی که اگر سکته اونو نکشه این صبحونه حتما امیر رو از پا در میاره. اون که این روزها در حال ضبط فیلم به تهیه کنندگی بهرام رادانه صبح یک روز کاری مشکلی برای قلبش به وجود میاد که اونو راهی بیمارستان میکنه. خوشبختانه حالش خوبه، ولی تا جایی که میتونه از عوامل این فیلم برای مریض بودنش سوء استفاده میکنه. خب آقای جعفری، ساعت خیلی دیر شد. 9 تازمون 10 قدیمه. بله اوکی. میخوای گیریم بشه؟ امیر هنوز گیریم نشدی؟ نه بابا، این که صدر اعظم من شیش صفحه بیمارستان بودم، حالا اومدم. چی شدی؟ برای همین داره این صبحونه رو میخوره برای قلبه. ماساژ بده آقا، ماساژ بده. چی شدی؟ قلبتونه بعد اینا رو بخوری؟ همین رو برام میگم یوسی هم بولت اینا رو بخوره قلبش میگیره. قهرمان دوی جان نخور کره دیگه. نه بابا، این یه من روغن روشه. امین تو امام هشته من رو میخوری؟ تو هر کرونا نبیدی از این چی دیگه؟ بیا ببین دور از این باید من خیلی مراد شما این صبحونه رو ببینین، دو تا تخم مرغ و یک کاسه حلیم با 100 گرم کره فیل رو از پا در میاره، ولی انگار روی امیر جعفری اونم بعد از بیمارستان برای یک مشکل قلبی اثری نداره. تازه خودش هم معتقده که مراعات میکنه. شاکی هم میشه که چرا برای یه حلیم خوردن انقدر سر و صدا راه انداختن، ولی راست میگه، طفلک خورد و خوراکی نداره. و اما سعید محمدی خواننده خوب کشورمون که با کلی از آهنگاش خاطره داریم این روزها توی ترکیه برای کنسرتاش حضور داشته. اینطور که خودش میگه اونجا به کرونا دچار شده و حالا توی بیمارستان بستریه. سلام به شما دوستای نازنینم هر کجای دنیا که هستین. من 15 روز الان در بیمارستانی در ترکیه در استانبول بستری هستم به خاطر کرونا، و نکته اینه که با وجود اینکه دو تا فایزر هم زده بودم، واقعا این بیماری رو به خاطر برنامه‌ای که کنسرتی که شبا داشتم در استانبول اجرا می‌کردم بهش دچار شدم و روزای بسیار سختی رو گذروندم. بسیار سخت. واقعا حال هموطنانمون می‌فهمم و درک میکنم و میخوام بهتون بگم هیچ گونه واکسنی ما رو ایمن نمیداره از بیماری کرونا، مگر اینکه به قول وزیر جمهوری اسلامی پروتکل ها رو رعایت بکنیم و ماسک بزنیم، فاصله مون رو رعایت کنیم و و و و یه چیز دیگه هم بهتون بگم، واقعا از ترکا سپاسگزارم به خاطر تریتمنت و معالجه خوبی که به من دادن اینجا، سرویس خوبی که دادن به عنوان یک تبعه خارجی. خواهش میکنم مراقب خودتون باشین و سلامت باقی بمونید. ممنون که تا پایان این ویدیو همراه ما بودین.